میبینین دوستای عزیز، پدر و مادرای عزیز، پدر و مادر به چشم اولاد قهرمان زندگیش. بله یک قهرمان عیب نداره، یک قهرمان مشکل نداره، یک قهرمان همه چیز تمامه. بله و اولاد دوست داره که قهرمان زندگیش یعنی پدر و مادر همه چیز تیار باشه. پدر و مادر جنگ نکنه، نزاع نداشته باشه، ناسزا نگویه، قهر نکنه، توهین نکنه. وقتی که این همه این کمالات را کودک احساس میکنه، پدر ما داره، مادر ما داره، خدایی نکرده وقتی که پدر و مادر بین هم دیگر مشکل ایجاد میشه، جنگ میشه، دعوایی میکنه، خب برای اینکه این ابهه شکسته نشه، این قهرمانی که کودک در ذهن خود ساخته از بین نره، بهتر است او جنجال ها را هیچ وقت پیش اولادهای خود نداشته باشه. این خیلی مهم است. اگر کدام شما مشکلی دارین، دلخوری دارین، جنگی دارین، به هر حال سعی کنین که اولادای شما او صحنه ها را نبینه. گه خود خانم علیزاده، برخی از مادرها به ویژه درد و دل خود پیش اولاد خود میبرن. پد ببین پدرت با ما چی کار کرد، چی گفت، از وقتی که ما با این مرد ازدواج کردم، زندگی رو شروع کردم، چقدر سختی کشیدم، و اولاد خود سنگ صبور خود میکنن و متوجه نیست که متاسفانه با این کار خودش داره همسر خودش رو، نه تنها همسر خود، تخریب میکنه، که عملا او واحد خانواده و خودش به عنوان فرد از این خانواده را در حال تخریب است. خب ببینید، گاهی وقتا ما اولاد خود سنگ صبور خود قرار میدیم وقتی که در سن کلانتری باشه که ما را درک کنه. و نباید وقتی که راز دل میکنیم، گپ میزنیم با اولاد کلانتر خود، پدر از او را تخریب کنیم. گاهی وقتا ما سنگ صبور قرار میدیم، از سختی های زندگی میگیم که اولاد ما بفهمه که دنیا بدون رنج نیست. نمیشه، بله. اگر بگیم بچه ما این سختی ها را کشید و مال دیجای رسیدم، پدرتی سختی ها رو کشید ده جایی رسید، و تو هم به عنوان یک اولاد آمادگی داشته باش که چیزی آسان به دست نمیاد. خب این درد دل کردن، من یک هدف در ذهن خود دارم که اولاد خود آماده میکنه برای سختی های روزگار. شاید اولاد من بگه که من علی این خانه، این زندگی من راضی نیست و من مشکل دارم. وقتی ما درد دل میکنیم که اولاد من 20 سال پیش من این رقم بودم، 20 سال پیش من این مشکلات رو داشتم، ولی من تسلیم نشدم، ولی من با این سختی های زندگی جنگیدم و پیروز شدم. خب او در ذهن خود این قهرمان زندگی رو پررنگ تر میکنه. پدرم چه مشکلاتی داشته؟ پدرم یتیم بوده، پدرم ناناوری خانواده خود بوده، پدرم در کودکی کار کرده، حالی شده تاجر، حالی شده بازاری، از اول نبوده، پدرم چه تلاشی کرده. و مادر میتونه قهرمان بزرگتر کنه در ذهن کودک خود. بچه من تو هم باید تلاش کنی. پدر خود بینگر، پدر تو از اولی رقم نبود، از پدرش یتیم مونده بود، خودش تلاش کرد، خودش پیشرفت کرد. خب این باعث میشه که یک الگوگیری مثبت داشته باشه. این درد دل یک درد دل مثبت است، اما تخریب نباشه. چیزی که برای ما مهمه که او الگو و او قهرمان ذهنی اولاد خود تخریب نکنیم، چه پدر باشه چه مادر باشه، او رو تخریب نکنیم. پدرت هست، درست است کمی تندخوی است، پدرت هست، درسته کمی مثلا سر صدا میکنه، اما یه خوبی آرام داره، بسیار مردی پرتلاشیه، بسیار مردی مؤمنی هست، بسیار خانواده خود دوست داره. اینا هم هست دیگه. وقتی ما بخوایم اولو فرد زندگیمون رو تخریب نکنیم، چون در نهایت خود ما ضرر میدیم. گاهی وقتا ما پدر و مادر فکر میکنیم ما جنجال داریم، من با پدر مشکل دارم، جنگ میکنم. اولاد خود که لطخوب نکردیم، اولاد ما که مشکل نداره، من با اولادم خوب هستم. فکر نمی کنیم که همه جنگ و نزاع ما، همه تحقیر و توهین ما، همه ناسزایی که ما بین هم دیگر میگیم، چقدر آسیب شخصیتی در اولادی میرسانه که صدای ما رو میشنوه. و اولادی که ما را الگوی زندگی خودش قرار داده. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که ما اولاد خود که لطکوب نکردیم، ما اولاد خود که کدام دوگی چیزی نگفتیم، بسیارم دوست دارم اولاد خود. فکر نمی کنیم که همه تخریب، همه جنگ و دعوای ما بسیار آسیب میرسانه و در اخلاق از او، در شخصیت از او، در ذهن از او. و سبب باز شاید بگیم که ما که بسیار زحمت کشیم، درست است ما پدر با پدرش مشکل داره، چرا از گب از من نمیشه؟ بله همه اینا داره، چون که اولادها وقتی نزاع پدر و مادر رو بینگره، خود به خود و اقتدار والدین شکسته میشه. بله